تصمیم در قرن بسیار قضیه بلعکس شده است. شب دختر یا پسر فرمان میته مادرشه که فردا لباسای ما و تکدگی در فلانه جای بازبانی که ما میریم پانتون. باز هم چشم داشته ایره داریم که در پانتون کامیاب شویم. هنوز هم آرزو ایره داریم که بالاخره به فلانه موقف فلانه موقف برسیم. نه، هرگز ابدالابد نمیرسیم. دور لسانس ها بگذار که ماستری و دب دکترا بگیری، خدا پاک به آرزویت نمیرسونه. به خاطر تو فرزند نافرمان بردار الله بود، فرزند نافرمان بردار پدر مادر بودی. یک داستان بسیار زیبای را استاد خلیلی در دیوان ذکر میکنه. یک کس به یک مقام و بلاخره به فرماندهی یک مملکت میرسه. از پیش پرسان میگه مقام از کجا پیدا کردی؟ میگه از یک قطره اشک مادرم. یک شب زمستان بود، مادرم با هم گفتگو میکردیم، مادرم خواب بردن، نصف شب مادرم بلند شد آب خواست. بودو که زمستان بود، اول خیلی سرد بود، رفتم جام آب آوردم، دیدم که مادرم دوباره خواب برده. من ستادم خشک بر جا از ادب، خشک استاد شدم بر جا از ادب، پس دوباره خواب نکردم، جامم نگذاشتم. صبح وقتی که مادرم صبحگاه چون بارگاه فیض باز، مادرم برخواست از بهره نماز. صبح که مادرم برخواست از خواب، دید که من خشک استاده هستم و جام با دست من یخ یک جای، دست من و جام یک جای یخ بسته کرده است و دست من با جام پیوست شده است. مادرم گفت چرا فرزندم؟ چرا این لرزه راست گو این لرزه بر اندام چیست؟ چرا جام به جایش نگذازی؟ چرا قسم می لرزی؟ می گفتم پا مادر جان، من ترسیدم که اگر تو دوباره پس از خواب بلند شد ببینی که من استراحت هستم، خفته بینی مرا دور از ادب، مرا خواب ببینی از ادب دور از دیگه. بالاخره میگه سرزداه از دل غم دیده اش، قطره اشک چکید از دیده اش، آه کشید از دل غم دیده، خود یک اشک از چشم مادر پایین شد. اشک مادر گنج گوهرزا شود، مرد از آن یک قطره چون دریا شود. اشک مادر گنج گوهرزا است، مرد از یک قطره مثل دریا میشه. ولی امروز متاسفانه یک تعداد از افراد اشخاص است که با پدر مادر اعلام دشمنی میکنند، با پدر مادر اعلام دشمنی، از پدر مادر اعلام برات بیزاری. چرا؟ به خاطر که چند متای دنیا را درست بین فرزنداش بین ما مثال تقسیم نکرده، حال که درست تقسیم نکرده کار اون با الله. یا از یک تعداد از افراد اشخاصی که با خدمات ناچیزشان از پدر مادر شکایت میکنن، ولی ما همیشه پدر مادر ما خدمت میکنم، پدر مادر به ما توجه نداره. خب چی پدر مادر کف بزنه بر ما؟ پدر مادر خدمت میکنم، پدر مادر در حق ما دعا نمیکنه. خب این خدمات وقتی در کسب رضایت الله به دست میاری، وقتی که پدر مادر بر کف بزنه. نزد دیگران همیشه باید از پدر مادر به نیکی یاد کنیم. بدترین انسان در روی زمین او کسی است که از پدر مادر خود شکایت میکنه. بدترین انسان در روی زمین همین انسان است که از پدر مادر خود بخاطر متاعی دنیا خدمت میکنه، شکایت میکنه. حالا پدر مادر غیبت میکنه، زن خوب نیست، پدر مادم خوب نیست، فلان است، بسمدان است، خیلی بد است، برادر زننده است. همیشه باید دستانت به درگاه الله بلند باشه، بگوی پروردگارا اگر انس پدر مادر آدمای خوب نیست، پروردگارا پدر مادر ما برای راست هدایت فرما. باید به درگاه الله میشه عذر زاری کنی که پروردگارا پدر مادر من به دنیا آورده، در کلان کردن و بزرگ کردن من زحمات زیاد را متقبل شده، پروردگارا قلبشان را در واقع نرم بگردان، پروردگارا پدر مادر ما از آتش جهنم بران، از آتش جهنم برهان، دور بگردان پروردگارا، نگذار که پدر مادر مستحق آتش جهنم بگردن. ولی امروز قضیه کلا برعکس است. با جایی که ما به درگاه الله عذر و تضرع و زاری کنیم که پروردگارا پدر مادر ما را هدایت کو، ما در واقع تبل رسوایی شون در هر جای می نوازیم، در هر جای صدای گلو پاره میکنیم که مادرم زن غیبتگر است، پدرم فلان عمل زشت داره. نه برادر عزیز، خواهر عزیز، اشتباه میکنی. همیشه باید در هر جا از پدر مادر به نیکی یاد کنی. یکی از حقهای پدر مادر بر دوش تو اینمی است، همیشه باید با نیکی ازش یاد کنی، ولی که در حقت ستم کرده است. خدا نو پاک بر تو اجازه را نداده که مادرت غیبت گوی بگوی، اجازه نداره که پدرت انسان شرابخوار فلان و بسمدان بگی در جمع که شرف عزت و آبرویشان بریزه. قرآن میای بر تو یاد میده و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا پدر مادر مورد رحمت قرار بده، با خود گناه مرد در خردسالی مورد رحمتشان قرار داده.
شما کدام مادر در زندگیتون سراغ دارین که طفل تولد شده باشه دور انداخته باشه؟ کمی تولد شد، اکثریت از اوقات که پدر مادر از ما متنفر است به سبب این است که انسان بد زبان و زشت زبان هستیم. وقتی زیزی مادر از دخترش متنفر است، ما محتاج به دست آوردن رضایت و کسب محبت پدر مادر داریم. پدر مادر محتاج نیست که باید فرزنداش از پیشش راضی باشه. با خودت پروردگار در روز آخرت از پدر مادر در ارتباط صحبت پرسان نمیکنه که ای فلانه مادر چرا فرزندت از تو ناراضی است؟ ولی یک فرزند خداوند پاک داخل بهشت نمیکنه با وجودی که با صدها و هزارها رکعت نماز و حج و فلان و بسمدان داشته باشه اگر خدمت پدر مادر نکرده باشه. پدر مادر از پیشش راضی نباشه. من در آغاز برنامه هم گفتم وجود پدر مادر به مثل حرم خداست. مثل که در حرم خدا میری فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروف. مثل که در حرم خدا باید بی‌ادبی و بی‌نزاکتی نکنی، در محضر پدر و مادرم باید بی‌ادبی و بی‌نزاکتی نشه.